سلام. قیام قهرمانانه مردم بلوچستان یک بار دیگه به همه نشون داد که شرایط عینی یک انقلاب در ایران کنونی تا چه حد مهیا است. یک جرقه یا بهتر بگیم یک تیراندازی در نقطه صفر مرزی به روی سوختبران رنجیده بلوچ کافی بود تا شعله های آتش قیام به سراسر استان سیستان و بلوچستان کشیده بشه و برق رو از کله ولی فقیه بپرونه. حالا داستان چی بود؟ رژیم توی این استان نه تنها کار و شغلی برای مردم ایجاد نکرده، حتی آب هم براشون تامین نکرده و چند سالیه که قحطیه و امکان کشاورزی هم وجود نداره. بنابراین تنها امکان برای امرار معاش مردم این منطقه همین کار سوختبریه، یعنی چند گالون سوخت از ایران بخرن و در پاکستان به فروش برسونن. توی این استان متاسفانه چیزی نیست، اهم از کارخانه و دامداری و کشاورزی و الان هم ابتلا و امتحان الهی و این قحط چند ساله که ما داریم تحملش میکنیم. تنها ظرفیتی که برای مردم استان وجود دارد همین ظرفیت مرزها هست. همیشه صاحب 2000 بدهکار مردمه. اون ملت از مجبوری از گرسنگی تو این جاده که اینا میرن، یعنی حیوان شهرستانو بپرستی از اونجا نمیاد پایین تو دره، این با همین 2000ش میره، با جون خودش بازی میکنه، با خون خودش بازی میکنه، میخواد یک لقمه نون بخوره. حالا برای اینکه سپاه همین آب باریکه‌ای که برای مردم محروم این منطقه باقی مونده بود رو به کنترل خودش در بیاره، اومده تو مسیرهای مختلف سوختبرها کندخ کنده و فقط چند تا گذرگاه گذاشته، یه میزان مشخصی هم سوخت مجاز برای هر نفر تعیین کرده، بعد هم گفته ارز حاصل از فروش سوخت رو باید بیان بدن به سپاه تا یه دستمزدی بهشون بده. از اول هم خودشون میگن که این طرح یک طرح امنیتیه، یعنی هدف اصلیش حفظ امنیت نظامه. بحث طرح رزاق، طرحی که معیشتی امنیتیه و به جهت ساماندهی فروش سوخت گازوئیل در منطقه شرق کشور، جنوب شرق کشور انجام شده. سپاه پاسداران در استان و وزارت نفت دستگاه‌هایی بودند که در این طرح سهیم بودند. حتما این طرح باب میل خیلی ها نیست و به اون خیلی ها هم عرض می‌کنیم که یا با مردم همراه بشن یا قطعاً در این فرایند به فضل خدا حذف خواهند شد. یعنی وقاحت چارزانو دستیله چونه نشسته جلوی این موجود میگه تو دیگه کی هستی؟ با همین وقاحت میخواد طرح رزاقش رو به زور به مردم غالب کنه، یا اینکه ما میگیم یا حذف میشید، که بعد دیدیم با شلیک گلوله سوختبران رو به رگبار بستن. تیر شلیک مزدوری مزدورای هم نی. حالا تو همه صحنه مشخصه که پاسداران که وسط بس سلاح میکشن به مردم شلیک میکنن، ولی از اونجایی که جنایت خیلی بزرگه و از عواقبش وحشت برشون داشته، به سیاق همیشگی از بیخ منکر شدن که اصلا شلیکی کردن و بعد با سرهمبندی یک داستان آبدوخیاری مدعی شدن که شلیکا از طرف پاکستان بوده. خب روز گذشته تجمعی رو در پشت مرز مشاهده شد، تجمع انبوهی بود از جمعیت سوختبران، کسانی که غیرقانونی مهاجرت به در واقع انتقال سوخت به کشور پاکستان میکنن. ظاهرا تجمعشون اونور منجر به تیراندازی از توسط مامورین پاکستانی میشه و هجوم شدت پیدا میکنه و با شکستن درب‌های گذر و ایراد خسارت جمعیت وارد میشن و در بین جمعیت یک نفر کشته و چهار نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود. قشنگ معلومه که خودش هم با دروغی که داره میگه نمیتونه کنار بیاد.
ظاهرا یک تیراندازی میشه از اون طرف، بعد در وا میشه، بعد یه نفر کشته مشاهده میشه که وارد میشه، ولی تازه به خاطر اون گلوله‌ای که اونو قبل شلیک کرده بودن. اولا اگر پاکستان به شهروند ایرانی شلیک کرده بود، پس تو مگه بوق بودی؟ تو چی کار کردی؟ هر جای دیگه ای بود حداقل وزارت خارجه باید وارد میشد، یقه سفیرشو میگرفت. پس خودت هم میدونی که این حرف مفته. حالا چون دیگه فیلماش هست، ملت هم سلاح رو توی دست پاسدارا دیدن و اصلا جای کتمان نداره، میگه آره بعدش اینا اومدن سمت پاسگاه و در واقع جمعیتی لابلای اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن، موتوری رو از مامورین مستقر در مرز آتیش میزنن، به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن، مجروح منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه یک نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا خودش هم این تناقض رو نمیتونه جمع کنه که اگر از سمت پاکستان شلیک کردن، پس برای چی ملت هجوم آوردن سمت پاسگاه سپاه؟ بعد توی فیلم اصلا اثری از هجوم به پاسگاه مرزی دیده نمیشه، از همون اول مامورای وحشی خامنه‌ای هستن که روی مردم آتش باز میکنن. بعد این جمعیت موج سوار یک دفعه از کجا اومد؟ اینا که فقط یه سری سوختبر بودن، یهویی تا در باز شد یه جمعیتی لا اینا نفوذ کرد و اینطوری شد. همیشه هر وقتی که حرکت جدی علیه نظام راه میفته، مثل قیام آبان، تو تبلیغات حکومتی اینا مردم نیستن، بلکه عوامل بیگانه و دشمن و عوامل یهود و اینان. که شما یه دشمن داری اونم یهوده، یهود دائم در حال طراحیه. امروز یهود داره دائم تو کل دنیا طراحی میکنه، خصوصا توی منطقه. اتفاقاتی که بین مسلمان میفته طراحی کیه؟ طراحی یهوده. اون کسانی که شلوغ میکنن و میآیند بر مرز کارهایی را انجام میدن، اینا ایرانی هن که از اینجا فرار کردن و اونجا رفتن، از اونجا دلارهای امریکا میگیرن و میآیند مرزبانان ما را به شهادت میرسانن. دشمنان با استفاده از نام بلوچ سعی داشتن تحرکات تروریستی زیادی در استان ایجاد کنند. خیلی عجیبه، همه این کارها زیر سر دشمن موهومیه که داره پول میده، توطئه میکنه، بعد یه سری هستن پول میگیرن، ولی اونایی که روی زمین میبینیم همیشه فقط سوختبران و مردم محروم هستند و اونهایی هم که شهید میشن همون جوانای بلوچ هستن. پس این دشمنای موهوم کجا؟ بابا این خزعبلاتو دیگه کی باور میکنه؟ مردم بارها گفتن دشمن ما همینجاست، پشت به دشمن رو به میهن. آخه صحنه خیلی واضح تر از ایناست. یک طرف نوجوان بلوچه که داره با تیرکمون سنگ میندازه، یه طرف هم دشمن، اون پاسدار یا مزدور انتظامیه که داره به سمت مردم شلیک میکنه. جن. البته اون چیزی که این بار در قیام بلوچستان تمام ارکان نظام رو به لرزه انداخت این بود که دیگه مردم فقط به پرتاب سنگ اکتفا نکردند و جواب گلوله رو با گلوله دادند. یه روز در کورین خب اتفاق افتاد، جوونا بچه ها رو فرستادن اول جلو، بعدم که چیز شد شروع کردن با اسلحه تیراندازی کردن، به سه مجموعه یه چیز حمله کردن، با قناسه زدن مأمور رو شهید کردن. اینی که با قناسه میزنه مردمه؟ اینه که با RPG میزنه مردمه؟ بله که مردم است. پس چی؟ مردم فقط وقتی مردمن که از شما گلوله بخورن؟ نه خیر، مثل همه دنیا، مثل همه تاریخ، وقتی انقلاب به مراحل آخرش میرسه، وقتی دیکتاتور خشونت رو به منتهای خودش میرسونه، مردم هم حق دارن و وظیفه دارن که خودشون رو مسلح کنن. قبلن هم کردن، از جورج واشنگتن بگیر تا کوبا، تا پارتیزان های نروژ، تا ایتالیا، تا اسپانیا. تازه تو مقاومت اسپانیا هنرمندای مردمی هم اسلحه به دست می‌گرفتن. یه نمونهش همینگوی. اینو فقط تو پرانتز جهت اطلاع برخی سلبریتی‌های پاچه‌خوار حکومت گفتم. برگردیم به قیام بلوچستان. وقتی شما حق حیات هم به مردم نمیدین، خب مردم هم حق دارن برای دفاع از حقوق خودشون مسلح بشن دیگه. اینم حرف جدیدی نیست، بلکه درس تاریخه. جیا بلوچستان!
یکی از ویژگی های قیام بلوچستان رادیکالیسم و سرعت گسترشش بود که رژیم رو بد جوری غافلگیر کرد، طوری که رژیم مجبور شد با دست پاشگی امامای جمعه رو بفرسته توی صحنه تا با فتوای حرام و حلال جلوی خشم انفجاری مردم علیه ارگان های حکومتی رو بگیره. مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان: تخریب بیت المال همانند خسارت زدن به خیشتن است و قطعا رفتاری نادرست و خلاف شرع اسلام است. مولوی کریمزایی امام جمعه اهل سنت ایران شهر: تخریب اموال عمومی شرعا و عرفا حرام است. بیت المال و اموال عمومی کدومه؟ دشمن اومده سوختبر و کشته، بزن و بچه مردم شلیک کرده. بعد مردم چیکار کردن؟ فرماندهی رو گرفتن، پاسگاه انتظامی رو آتیش زدن، خودروی انتظامی رو آتیش زدن، مقر سپاه رو تخریب کردن که همش اموال دشمن، یعنی حکومت آخوندیه. دیگه حلال تر از این چی وجود داره؟ تخریب پاسگاه سر بنگل توری توسط شیرمردان اسماعیل طایی، خدا قربت همچین بری مردانی. آفری تخریب شد، بنگل پاسگاه رو تخریب کردیم. حالا تلویزیون خامنه‌ای که این صحنه رو که نمیتونه نشون بده، اومده گیر داده به یه صحنه که جوانای شورشی بلوچ دارن یک پرچمی رو از یک مقر سپاه میکشن پایین که انه نماد اسلام داره جابجا میشه. دشمن همیشه در کمین و منتظر فرصت است. آنها حتی به اعتقادات نیز ترحم نمیکنن. به زیر کشیدن پرچمی رو که نام مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام برش حک شده، قطعا و یقینا بدانید که کار منافقین و معاندین کوردل این نظامه. قطعا این کسایی که کار انجام دادن گروه های موزور منافق بودن که کار انجام دادن. توهین کردن به این پرچم، این نماد اسلام هست و توهین به اسلام هست و این کار دشمن هست، میخوان اسلام رو زیر سوال ببرن. تمام این یقه درانی ها بر سر یه تکه پارچه است که به یه چوبی بسته بودن گوشه یه دیوار یه مقری وسط بیابون هم آویزون بوده. بعد درسانی، اصلا فرض بگیریم که پرچم اصیل اسلام همون که تو غزوات پیامبر بلند میکردن بوده، اگر این پرچم رو روی دیوار پایگاه سپاه جهل و جنایت نصب کرده باشن، که خب معلومه که اولین کار اینه که این پرچم رو باید از اون لانه جنایت جدا کرد، چون اون میخواد جنایتهاش رو، همون کشتار سوختبرها رو، به اسم این پرچم تموم کنه. اونه که داره با دکان دین فروشیش اسم اسلام رو خدشه‌دار میکنه. بابا یادمون نرفته که شمایی که الان دارید برای این پرچم رگ گردن کلفت میکنید، همونایی هستید که توی حرم امام رضا بمب ترکوندید، مردم رو کشتید تا بندازید گردن مجاهدین، حرم سامرا رو منفجر کردید تا بین سنی و شیعه تو عراق جنگ را بندازید. ضربه‌ای که شما به اسلام زدید رو هیچ حکومت غیر اسلامی توی تاریخ نزده. اونی که حضرت علی بود گفت قرآن ها رو از سر نیزه های معاویه بیارید پایین، چون قرآن ناطق منم. بنابراین خیلی طبیعیه که مردم تمام دکانهای دین فروشی آخوندها رو تخته کنن، نماداش هم پایین بکشن. اون سوال اصلی که آخوندها و مقامات حکومتی میخوان ازش فرار کنند اینه که ریشه این عصیان عمومی در سیستان و بلوچستان چیه؟ شما تو این استان چی کار کردید که با یه جرقه خشم مردمش یک دفعه منفجر میشه؟ اینجا همون جایی که میفتن به تته پته. اول دولت دوم آقای روحانی 315 روستا اینترنت داشته، الان بیش از 2600 روستا اینترنت داره، 1200 دیگر هم در دست انجام که داره انجام میشه. خب اینترنت هم بستری برای آموزش است، هم برای کسب و کار است. پوز اینترنت میدی؟ آخه چه اینترنتی؟ اینترنتی که هر وقت سپاه جنایت میکنه قطعش میکنی که نمیشه برای کسب و کار استفاده کرد. یه قلم فقط خسارت ناشی از قطع اینترنت توی آبان 98 نزدیک 1.5 میلیارد دلار بوده. کلیا فقط کسب و کارشون رو از دست دادن. بعد اینترنت برای کی؟ تو هنوز آب و نون و شغل و حداقل‌های معیشت این مردم رو حل نکردی. فقط یه نمونه، مردم کنار ساحل دریای عمان هستن ولی لبشون تشنه است چون آب ندارن. 5 کیلومتر تا شهر. اینجا پرجمعیت‌ترین روستای سیستان و بلوچستانه.
روستای 13000 نفره بیخ گوش شهر، اما بابا ما سق بزگه ما برباده یره. بله سر، رمین، عثمان آباد و هوت آباد چهار روستای دیگه در کنار روستای کمب، روستاهایی با 40000 نفر جمعیت در حاشیه چابهار اما بدون آب شرب. این در حالیه که این روستاها در نوار ساحلی دریایی به عظمت عمان قرار دارن. چشمان ما همجوری باز میکنیم چشم دریا میخوره، ولی تا هنوز آبی برای ما لوله کشی نشده. اینجا تو چابهار دریا داریم، آب هست، آبم زیاده، بیان شیرین چه آب تصفیه کن بزنن. دریا هم دمه دست، مردم هم تشنه، کسی هم نیست که ما را حمایت کنه که ما اینا استارت بزنیم. یا ملت بعد از این همه سال هنوز آب خوردن ندارن؟ بعد تعجب میکنی که چرا مردم بلند شدن قیام کردن. این تشویق، این که آدم ها در واقع قانون مدار باشن، جلوگیری از قانون گریزی رو کی باید انجام بده؟ همه ما باید انجام بدیم. اگر مأموری مظلومی رو کشته باشد، حتما داسترای نظام ما و مجموعه برخورد میکنه. آقا کاش که آمار میدادن که مأمورین خاطی که الان در زندان هستن چقدرن. ما مأمور خاطی داریم، حکم اعدام براش داده شده. اینجوری نیست که بگذاریم از این بحثا. این که آمار مأموران محکوم شده رو نمیدونه بیدلیل نیست، چون اصلا آماری وجود نداره. بابا تو قیام آبان طرف با فیسش معلوم بود که داره به مردم شلیک میکنه، کارش نکردی. مرتضوی مگه یادمون رفته قتل زهرا کاظمی و کشتای کهریزک رو توی پرونده داشت؟ بعد آخرش دیدیم سور و مور و گنده داره توی کربلا راهپیمایی اربعین شرکت میکنه. هنوز عوامل کشتای هواپیمای اوکراینی تو رأس امورن. آخه قوه قضاییه که سرش رئیسی باشه که خودش توی قتل عامش 67 مشارکت داشته، خودش مجرم اوله. کدوم قانون مداری؟ چرا جوک میگی؟ بگو برای بلوچستان چی کار کردی؟ ما با این ظرفیتی که الان مرز داره، معادن اینجا داره، ظرفیت کشاورزی، ظرفیت ما اصلا نباید فقیر داشته باشیم. همه ما مسئولیم شبانه روز کار کنیم، با کار جهادی تلاش کنیم که این مشکلات برطرف کنیم. آقا رو یه جوری میگه باید کار کنیم که انگار تازه فهمیده که ایران یک استان سیستان و بلوچستان هم داره که اصلا نباید فقیر داشته باشه. بابا مگه روز اولتونه؟ مگه میخوای بچه گول بزنی که میگی باید جهادی تلاش کنیم؟ 42 سال وقت داشتید، هیچ کاری نکردید. از همون روز اول هم میدونستید. اینهاش، خود خامنه ای فروردین 58 یه سفر استانی کرده بود و کشف کرده بود که مردم این منطقه در گرسنگی سیاه و محرومیت عجیبی زندگی میکنند. الان بعد 42 سال چی فرق کرده؟ این یکی از مناطق زاهدانه. من نمیدونم مسئولین چجوری میگن قرنطینه شید، از کرونا ما رو میترسونن. ما داریم اینجوری داریم زندگی میکنیم، از خاله همش. ببینید اینجا رو داشته باشید، شما چجوری این ملت دارید از کرونا میترسونید. ببینید دقیقا، ببینید دارم چیکار میکنم. این مردم شما چجوری دارید از کرونا میترسونید؟ اینجا ها دم در خونه هامونه که اینجوریه، دقیقا داشته باشید، داشته باشید چقدر افتضاحه اینجا. من از شهردار محترم تقاضا میکنم اگه یه جو غیرت داره، اگه یه ذره وجدان داره، تأکید میکنم اگه وجدان داره، خب یه نیم ساعتی بیاد اینجا وایسته ببینن دارین اینجا چی کار میکنن. تقاضا میشه از شهردار محترم اگه وجدان داره، مجدد تکرار میکنم، اگه یه ذره وجدان داره یکم بیاد اینجا سر کوچه آزادی 43 نیم ساعت وایسته. بله، بعض مردم بلوچستان در روزگار شاه همین بود، در روزگار شیخ بعد از 42 سال هم همینه. تنها فرقش اینه که الان مردم موبایل دارن، میتونن فیلمش هم بگیرن. اون چه که توی فیلم‌های تاریخی از دوران قحطی قرون وسطا باید جای دیگه کلی هزینه کنن تا بازسازیش کنن، اینجا زندگی روزمره مردم بلوچستانه. حالا فکر نکنید که وضعیت اینطوریه چون پول نیست و تحریم و اینا. نه، اتفاقا جای جاش پول هست، در حد 22 میلیون دلار، ولی میره توی جیب نوچای خامنه‌ای توی لبنان و سوریه و اینور اونور. و كنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائره فوجدت 22 مليون دولار في حقائب
موجودة في المطار. كان الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك، ولكن كنا 9 أشخاص لا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك. كانت كل شنطة فيها 40 كيلو. از این 22 میلیون نمیشد 1 میلیونشو خرج تامین آب این مردم بکنی؟ ایناست که 40 ساله روی هم جمع شده که بعد با یه شلیک به سمت مردم اینجوری آتش فوران میکنه که ترس همشونو فرا میگیره. آتش در بگیره، آتش در بگیره، خشک و تر با هم میسوزه. آتش در بگیره، راست و چپ با هم میسوزن. آتش در بگیره، اصولگرا و اصلاح طلب با هم میسوزن. بله، کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه. الان هم اگر کسی به مردم شلیک کنه پاسخش رو از شورش جوانان مسلح میگیره. شورش به خاطر برادران فراوانی ایران شهر 6 اسفند 99. بیدار شید، بیدار شید تا حق خودمان را از این ظالم دیکتاتور بگیریم و برای بیدار شدن باید دست به دست یک دیگر بدهیم و این رژیم آخوندی را از سر بلوچستان و تمام ایران از بین ببریم. تا شورش نباشد آزادی نیست. این هم سفا، این هم سفا تو پادر فرار میکنه. آفرین بلیر مردان فرزنگر، آفرین خدا خوبا سفا فراری شد. شورش، عصیان، آزادی. این درس قیام مردم بلوچستان بود. الله شومی، پشت پناه ببید.